درود بیکران پاینده ایران آقا دعوا بین مذهبی ها یکی از مسائل خیلی مهمی که هی ما تکرار میکنیم بحث هجاب است خیلی ها باورشون شاید نشه ولی خب الان یه خیلی ها باورشون میشه بخشی از نیروهای سوپر حزب اللهی ویدیویی رو دادن و میبینید در تصویری که کنار من هست و در این ویدیو حمله شدیدی رو انجام دادن و این حمله شدید به جریان اپوزیسیون برانداز نه 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 به اصلاح طلب ها نه نه به مذهبی صورتی ها نه پس به کی عمله کردن به دولت رئیسی به دولت راستی و اصولگرای رئیسی حمله عجیبی هم کردن یه حمله سنگین کردن بر سر حجاب که آقا چیز شما اگه به ما میگی تندرو ما تندرو این و سوال داریم ازتون ویدیوشون رو داشته باشیم سر قضیه حجاب بله این داشته باشیم بیدو بیدو. سر قضیه هجاب به ماها میگن تند چرا؟ به خاطر مطالبه حرفهایی که خود مسئولین زدن اگه مطالبه حرفهایی که خود مسئولین تو زمینه هجاب زدن تند رویه تو این کلیپ میخوایم به تند ادامه بدیم خب میگه ما بر سر هجاب اومدیم گیر دادیم به نظام بخشی از بدنه نظام به ما میگه تند رو بله پس اگر تند رویه ما تون رویم و حالا میخوایم به ادامه تون خود ادامه بدیم و این اونجایه که من میگم مار شیعه در حال بلعیدن خیشه و اینا چیزایی نیستش که مثلا ما یه چیزی بگیم و بریم ما اتفاقات داریم این یار ما اینان همین همین رو این اینه این که الان تو این ویدیو هست که محمد صد میگه اینا مثل که کم عقلن از عقل کاملی هم برخوردار نیستن دقیقا سرمایه گذاری ما رو این بخش قهوه‌ای سوخته است دمتون گرم دهن مردم رو سرویس کنید جناب سردار رادان شما در تاریخ 9 فروردین 1402 گفتین با مقوله کشف حجاب در اماکن تجاری و خیابان ها برخورد میکنید میشه بفرمایید چرا ما نتیجه برخورد شما را در خیابان ها و شهرها مشاهده نمی خیلی نکته مهم اولین ایراد ایراد گرفته به آقای رادان که آی رادان شما تو پشت تریبونا جوگیر شدید گفتید که ما با معقوله بیهجابی برخورد میکنیم چرا ما نتیجه کارتون رو تو خیابونا مشاهده نمیکنیم به خاطر اون توازن جمعیتی یعنی خدا الان بیاد الان که رادانه بنده مدعی هستم الله که دیگه برایت شنبول محمد اومد مثلا آیه نازل کرد اونم اگر بیاد که در حقیقت یه جورایی بستر گستر پیام برش بوده اونم بیاد کاری نمیتونه بکنه چون بدنه اجتماعی به مثلا متفاوتی خودتونم دارید می‌بینید. هر جام دعوا میشه شما اقلیتی 7 ده نفر مردم یه نفر شما آمران رو داره یعنی همه جا شما یه نفر بقیه, بقیه مردم مسئله مشخصه رادا ولی اینجا خیلی این بی... کلیپا من دوست دارم چون رفته رجسخونی های رژیم و در زمانی که میگفت ما بیهجابی رو جمع میکنیم و گذاشته میگه چرا جمع نکردید این اون اتفاق قشنگ است یعنی کاری که من بعد میکردم این عزیزان برای من راحتش کردن مثلا من بعد میام به رسانه یادآوری کنم رادانی که گفت دوربین ها و غیره اینا اینا رجز بود اینا صرفا رجز دارن میخونن کاری جز رجز از دستشون بر نمیاد حضرات کار ما رو راحت میکنن یعنی من من به عنوان یه اسلام ستیز واقعا خیلی سپاسگزارم از این جریان تند مذهبی درد و بلاتون بخور تو سر صورتی ها واقعا جدی میگم یعنی خدا کنه عمر این جماعت بیشتر باشه درد و بلاشون هم بخوره تو سر صورتی ها یعنی که رفته قشنگ کار ما رو انجام داده کار تحقیقی کرده آقای رادان مثلا یه سال پیش اینو گفتی چی شد حالا ادامه ادامه داشته باشیم جالب تر میشه جناب رئیسی شما 18 مرداد 1402 فرمودین که اصلا نگران کشف هجاب نباشید سات بیهجابی جمع خواهد شد چطور نگران نباشیم وقتی که هیچ اراده جدی در هیچ کدوم از بخش های دولت شما برای این قضیه نمی خب میای رئیسی شما اونجا اینو گفتی گفتی نگران بی نباشید ولی هیچ اتفاقی نیفتاده مرسی که در آوردی جناب آقای قالیباف شما 15 همه مرداد 402 گفتید به نتیجه رسوندن لایحه حجاب وظیفه شرعی و ملی ماست میشه به ما بگید چرا برای به نتیجه رسوندن این وظیفه بزرگ بیشتر از یک سال وقت کشی شده عاشقتون جناب آقای خسرو پناه تو تو هم تو هم جز قهوه سوخته تو بیشتر میخوای جز الان این بچه قرآنی های ده تازه از بچه کلاس قرآن در اومدی هنوز ریشاد در نیومده بله بفرمایید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شما 27 خرداد 1402 گفتید 950 صفحه گزارش درباره حجاب تهیه کردید میشه ما بگید نتیجه این گزارش ها و مصاحبه هاتون رو کجای جامعه باید پیدا کنیم دقیقا نمیتونی دم پیدا 950 تا که هیچی از خود طرف خدا اصلا این دفعه به جای 6236 آیه 12000 آیه هم نازل بشه شما حجابو نمیتونید برگردونید این ادعاییست که ما داریم جناب وزیر محترم کشور سردار وحیدی شما در تاریخ 29 فروردین 1402 فرمودید پایان ارائه خدمات به بی ها میشه دقیقا بفرمایید منظورتون چه نوع خدماتی بوده چرا نه تنها من خدمات اتفاق نیفتاده بلکه بعضا با نهی از منکرهای مؤمنین در مراکز دولتی هم برخورد میشه خب این خیلی اتفاق مهمیه حالا ادامه داره بعد اینو بذارید در کنار در آینده کلیپ هایی میاد که جناب مثلا سردار سلامی شما گفتید که حماس مقاومت میکنه و نابود نمیشه جناب حاجی شما گفتید که دست بچه های مقاومت پر است یعنی چون جنیت مذهبی هم دغدغه مندیاشو یک بدنی از مذهبی ها دغدغه اولش الان حجابه یک بخش دیگه از این بدن مذهبی که من دارم رصد میکنم و نارضایتی اینها هم بالاخره خیلی شدید خواهد شد اون بدنه ای که الان به مانند وعید خذاب یا اون رو روح الله موسوی اینایی که با سینمای اوج کار میکنن علی عبدی یه حتی هوادانه چپگرایشون به مانند ملا علیز برادره اینها هم سر قزده یعنی دو تا قضیه وجود داره جریان مذهبی یک بدنه رو حجاب خیلی حساسه یک بدنه ایش رو بحث محور مقاربت و ضدیت با اسرائیل که جمهوری اسلامی در دو حوزه داره شکست میخوره و این دو بدنه ای در حقیقت دو بدنه حامی اجتماعی خودش علیهش خواهند شد و الان دارید میبینید دقیقا پیش بینی که ما کردیم که 18 ماه پیش و هی اومدیم جلو گفتیم گفتیم جرین مذهبی به زودی میفته به جان خود رژیم چون در عمل میبینه که رژیم اصلا رژیم نمیتواند آخه در عمل جلوی بیهجابی ها رو بگیرد این کاری هم نمیتونه بکنه حالا یه بحث اراده است یه بحث اینه که اراده هم اگر داشته باشه نمیتونه چون میدونه اگه اراده به خرج بده اکثریتی که الان آروم شده از اون مردمی که هنوز جلوه خیابونی ندارن اگه یه خورده بیشتر فشار بیاره مردم اذیت کنه اتفاق پیروز همدان و دیروز اصفهان رخ میده و آمر به معروف با چاقو و کتککاری و درگیری بالاتر میشه و در دل اینا محسن امینی دیگری آرمیتا گراوند دیگری شکل بگیره بنیان رژیم رو میبره و این به قول آقای محمد صد عضو تشخیص مسطح این بدنه اجتماعی سوپر مذهبی رو از عقل کاملی هم برخوردار نیستن و این جنبه از این قضیه رو نمی‌بینن که آقا موقعیت اجتماعی شما ضعیف است برای همین رژیم نمیتونه کاری کنه شما همه این سوالاتی که میکنی یک جواب بیشتر نداره بدنه اجتماعی مذهبی لاغر شده چلو شده اینقدی شده خیلی ریز ش... ریز میبینیم آخه ریز هم هستید تعدادتون در برابر 90 میلیون تعدادتون کم یک ده امید نهایتا تازه از اون یک دهم الان همه بدنه مذهبی هم دغدغه آنچنان حجاب ندارن بخششون دغدغه اسرائیل و اینجور چیزا رو دارن این این, ای واقعیت های میدانی است که دست پای رژیم رو میبنده جناب آقای اجری شما تو تاریخ 19 تیر 1402 در زمینه افاف و حجاب قانون داریم و نباید منتظر لایحه جدید باشیم میشه بفرمایید دقیقا چند تا برخورد هایی که با هنجار شکن های معروف مجازی و حقیقی داشتید و برای ما تعریف کنی؟ اگه پیگیری وعده و های مسئولین تند بله عزیزان ما از همه تندروتریم. از پیگیری اجرای احکام الهی کوتاه نمی آیم و در این مسیر هر تهمت و توهینی رو هم به جونمون می خریم. آفرین نبرم کوتاه بیایید آقا حجاب ستون دین اسلامه جدی دارم بهتون میگم ببین شما از ببین آقای سعید عزیز از حجاب کوتاه بیایید همه چی رو باختید نه باید هم کوتاه بیایید محکم بهش بچسبید اتفاقا امروز بی شرفایی که میان در جبهه مذهبی صورتی میگن آقا حجاب ولا تو مهمی هم نیست هجاب هم برداریم اسلام میمونه اونا میخوان تیشه ریشه دینت بید. تو محکم باید پشت حجاب وایسی و باید جریان عامر تا به معروف قوی کنی شما تو تهش بعد وایسید بهتون میگم شما اگر شکست بخورید اسلام در ایران وجود ندارد هر آن کاری که می در دفاع و احیای حجاب بکنید بکنید تو این ورم می که ما کاملا شمشیر از رو بستیم دیگه تعارف نداریم ما و شما همدیگر رو میفهمیم دو طرف شمشیر از رو غلط میکنه وسط این دعوا از منتائله اپوزیسیون تا منتائله پوزیسیون از این طرف بکش تا رضا پهلوی تا اون طرف بکش بیژن عبدالکریمی و غیره و روحانی و خاتمی برگردن این وسط بگن نه آقا رواداری کنید بیاین به سمت پولاریس نه آقا هر دو وانه. نه دانه به دانه اون به فضا هر دو وانه گذشته. دانه به دانه و این اون اتفاقات دوستان باید مسیر رو ببریم به سمت رادیکالیسم هر چقدر اینا رادیکال میکنن ما هم بر رادیکال تر کنیم هر کسی که این فضا رو میخواد تعدیلش کنه از رادیکالیزم بیاره بیرون باید فوشکش بشه من اینا رو فوش نمیدم و برای سلامتی اینا اتفاقا آرزو میکنم چرا به این فضا وقتی که بافت جمعیتی به نفع ماست توازن جمعیتی به نفع ماست این بی این نباید فضا رو رادیکال کنه وقتی خودش هم داره رادیکال میکنه آب با سیاب ما داره میریزه توازن جمعیتی با من ملت ایرانه فقط کافیه ملت ایران رو به اون خشم و اون تنفر لازم که نمود بیرونی داشته باشه انجام بدیم هر درگیری با آمران به معروف هفت تا مردم اینا تکن جامعه اگر براش القا بشه که آقا گفتگوی وجود نداره و زدن این جریان مذهبی بسیجی سوابم داره اصلا لذتم داره هزار تا اصلا این قضیه هر چقدر رادیکال بشه به نفع ماست من تشکر میکنم از سازندگان این کلیپ بنده خودم شما رو شخصا پشتتون وایسادم حسابی پروموتتون میکنم هر روز میارمتون جلوی چه شماها بچهای خوبی هستید دینی دارید مذهبی دارید براش میخواید مبارزه کنید تا تهش مبارزه کنید تا تهش اتفاقا بنده به عنوان یک اسلام ستیز هیچ قرابتی با جریان اصلاح و خاتمی و این برای اپوزیسیون توهین نکنید دقیقا کار شما درسته شما باید تا مدافع حجاب باشید تا نتیجهش رو ببینیم چه اتفاقی میفته قشن تو پازل ما افتادن اینا قشن تو پازل ما بذار برن رادیکال کنن بذار احیای گشته ارشاد کنن ستاد امر به معروف و چاقترش کنن تا ببینیم که این بازی این توبه میلی از اون توبه میلیون نیست آش عش... با جا ما از ایران اخراج میکنیم و در این اخراج رو تو حساب کردیم عزیز دل رو امثالی به مانند تو حساب کردیم شما پیاده نظام مایید آخه احمقا عاشقتونم دمتون گرم